ساعت 8 بامداد در تهران از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با شما هستم. تداوم اعتراضات صنفی و معیشتی در پایتخت و شماری از شهرهای کشور، بازنشستگان آموزش و پرورش، کارکنان مخابرات و کارگران پتروشیمی تحصن کردند. سایه اعدام بر سر بسیاری از معترضان، جمهوری اسلامی همچنان از حربه ارعاب و نقض حقوق مدنی برای سرکوب استفاده می کند. بسته های جدید تحریم اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری از تحریم 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی و بنیاد تعاون سپاه خبر داده. بعد از آزمایش نظامی مشترک ارتش آمریکا و اسرائیل، فرمانده سنکام گفته ایالات متحده کماکان و امنیت شرکایش در خاورمیانه متحد است. سلام، محمد غلام ابوالفضل هستم. شماری از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم همسانسازی حقوق و مزایا روز گذشته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. دوشنبه همچنین کارگران پتروشیمی بندر امام هم به دلیل عدم پرداخت مطالبات صنفی در محوطه مقابل این واحد صنعتی تجمع کردند. پتروشیمی بندر امام اعتصاب کارگرای پتروشیمی به خاطر مزایا و حقوقشون. جمعی از بازنشستگان مخابرات هم در تهران و استانهایی مثل چهارمحال و بختیاری، گیلان و خراسان رضوی در اعتراض به مشکلات معیشتی تظاهر کردند و شعار دادند. همکاران مخابراتی امروز سوم بهمن تجمل کردن برای حق و حقوقات جلو مخابرات خراسان رضوی. ستار رحمانی فعال صنفی از لندن با ما. سای رحمانی، شاهد هستیم که دور جدید اعتراضات کارگری و بازنشستگان شکل گرفته. فکر میکنید که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال باید انتظار داشته باشیم که اعتراضات بیشتر هم بشه؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، بله، این هر سال
کارگروه دستمزد در اسفند ماه شروع میکنن به چونه زنی، به قول خودشون که نماینده کارگران نیستن در حقیقت، و بر اساس اون قواعدی که اینا باید اجرا کنن، ماده 98 و 87 رو که سازمان ملل تعیین کرده، اینا ظاهرا بر اساس اون میان بحث میکنن چون نمیذاره دستمزد رو زیاد کنن. اما مسئله فراتر از اینه، یعنی مسئله حداقل دستمزد که امسال به نظر میاد 20% اضافه بکنن، حتی این را هم از بازنشستگان دریغ میکنن. یعنی اون مسئله که بازنشست سالها به طور سراسری اومدن با اعتراض کردن نسبت به سطح معیشتشون، الان میبینیم که این سطح معیشت بیشتر شده، پایینتره، بسیار پایینتر از خط فقره. بنابراین اعتراضاتی که دیده میشه از طرف بازنشستگان اعتراضات یه داستان بسیار طولانی داره. در این رابطه من ببین، اگه برگردیم به این نقطه که چرا اعتراضات بازنشستگان و بقیه بخش‌های کارگری، همونطور که تو گزارش هم بود، تجمع اعتراضی کارکنان بازنشسته مخابرات هم هست، یعنی معلمان بخش وزارت کشور مربوطن و اینا به بازنشستگی تامین اجتماعی، یعنی هر دو در حقیقت درد مشترکی دارن، همسانسازی حقوق‌ها، بیمه تکمیلی، در حقیقت به طور کلی حالا بگیم که دستمزد و حقوقشون بالای خط فقر باشه. خب این یه قسمت. قسمت دیگه ببینید، کارگرایی که دارن کار میکنن هم اینها هم اعتراض میکنن، اعتراضشون برای حداقل دستمزدی که بالای خط فقر باید باشه، خط فقر اعلام کردن که 18 میلیون در ماه هست. یه نکته بسیار جالب همینه، تا زمانی که اعتراضات خیابانی ظاهراً فروکش میکنه یا نسبت به سابق کمتر میشه، اعتراضات کارگری میبینیم که میاد جای اونو میگیره، انگار یه در حقیقت یک ناگفته یا نانوشته ای هست بین این دوتا، که هر زمانی که اعتراضات خیابانی زیاد میشه اعتصابات کارگری کمتر، هر موقع اعتصابات کارگری میاد میدون نشون میده که اعتراضات خیابانی کمتره، در حقیقت هم دیگه رو تکمیل میکنن. یعنی مسئله اینجاست که این نوع اعتراضات به اعتصابات به اعتراضات خیابانی نشون میده که بدون سازماندهی نمیشه با این حاکمیت مبارزه کرد. حاکمیت تکلیف خودش رو روشن کرده و اون اینه که بر اساس بودجه‌ای که برای سال 1402 گذاشتن، اینه که کلا نظامی بودجه، نه به بخش آموزش پرورش پرداختن، نه به بخش رفاهی، نه حتی به دستمزد. بنابراین اینجا چاره جز اعتصاب و اعتراض خیابونی نیست و این مسئله به نظرم ادامه خواهد داشت تا زمانی که اینا به هر صورت بتونن دولت رو به عقب برونن. آقای رحمانی، اشاره کردید به اصطلاح پیوستگی این اعتراضات صنفی و کارگری با اعتراضات به اصطلاح جنبش خیزش انقلابی. به نظر شما فکر میکنید که با توجه به اینکه حکومت به راحتی هم نمیتونه این اعتراضاتی که انگیزه های صنفی دارن رو سرکوب بکنه به اون صورت خشنی که اعتراضات خیابانی رو سرکوب میکرد، فکر میکنید که این احتمال وجود داره که پیوستگی اینها بیشتر بشه و به نوعی این انگیزه بشه برای شروع مجدد اعتراضات خیابانی و به نوعی به سمت سیاسی تر شدن اعتراضات صنفی؟ ببین، کشوری که حاکمیت دیکتاتور یا توتالیتر هستش، هر اعتصاب صنفی در ماهیت خودش سیاسیه. یعنی این اعتراضات، اعتصابات، چه اینا بخوان چه نخوان، اون سازماندهان رو که میگیرن اتهام سیاسی امنیتی میذارن بهشون. این از این زاویه است. اما اینکه وقتی میگیم
اعتصاب سیاسی یعنی سازماندهی شده همراه با اعتراضات خیابانی و با برنامه طولانی، چون اعتصاب یک روزه نمیتونه انقدر موثر باشه که تو برنامه داشته باشی، یه اعتصاب فرض کنیم دو هفتهی سه هفتهی داشته باشی. از این زاویه ببینید دارن به همدیگه نزدیک میشن، یعنی مسیری رو این دوتا دارن میرن که در نقطه معینی که هدف هست و اونم معیشت، آزادی، برابری و حقوق زنان که در حقیقت نوع آپارتاید جنسی براشونه، اینا در اون نقطه به هم میرسن. اما این جالبه که اعتراضات چه بازنشستگان چه کارگران معلمان در قالب خواستهایی که این خواسته خواستهای تمام مردم هم هست، مسئله بیمارستان، مسئله آموزش پرورش، مسئله حقوق و مسکن و بقیه خواستا، بنابراین همین خواستا از طرف معترضین در خیابان هم به نوع دیگه داده میشه. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی از این طرف میاد، اما همین شعار فعلا در حال حاضر در کارخونه ها داده نمیشه به خاطر جو بسیار بسیار امنی. ستار رحمانی ممنونم که ما رو همراهی کردید. و اما همزمان گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور حکایت از ادامه شعارهای شبانه شهروندان داره. در تهران و در مناطق پونک، ستارخان و مجتمع باقری شهروندان علیه حکومت شعار دادند. شاهنویسی هم به عنوان یک کنش اعتراضی و با وجود واکنش تند نیروهای امنیتی در طی 4 ماه گذشته همچنان ادامه داره. تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده نشون میده بسیاری از معترضان همچنان سعی میکنن به این شیوه پیام خودشون رو به حکمرانان برسونن. قراره که پاک میکنن مدام، کاملا مشخصه که همشون چی نوشته شده. شعاری که امروز بود پهلوی آماده ایم و مرگ بر خامنه ای، آتش زیر خاکستر مثل که داره روشن میشه. امروز دوشنبه 3 بهمن و مبارزه که هنوز ادامه داره، زن زندگی آزادی. قطع یا کاهش توزیع گاز CNG در برخی از شهرهای کشور شهروندان رو با مشکل روبرو کرده. بسیاری از رانندگان خودروهای گازسوز مجبور شدن ساعت‌های طولانی برای دریافت سوخت در انتظار بمونن. تو صف گاز هستم. از اینجا شروع میشه. ساعت 3 بامداد. مشهد. قلوغ هست اکثرا تاکسی هم یه دونه جای با اتوازگی باز کردم، یعنی صف وصل میشه. افت فشار و قطعی گاز شهری در برخی از مناطق کشور هم از دیگر مشکلات این روزها بوده. همچنین کمبود شدید سیلندر گاز مایع در برخی از شهرها به دفعات گزارش شده. مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده که فرجام خواهی محمد قبادلو از معترضان بازداشت شده که پیش از این به 2 بار اعدام محکوم شده بود پذیرفته شده. محمد قبادلو 22 ساله به اتهام دست داشتن در قتل یکی از کارکنان نیروی انتظامی در جریان اعتراضات به اعدام محکوم شده بود. پیش از این خبری در
وبسایت دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام‌خواهی او منتشر شد، اما دقایقی بعد این خبر حذف شد. مادر او از روند غیرقانونی دادگاه انتقاد کرده و گفته که فرزندش به بیماری دو قطبی مبتلا است و از حق داشتن وکیل تعیینی هم محروم بوده. سعید افکاری در توییتی نوشته برادرش وحید اکنون 870 روزه که در انفرادی نگهداری میشه. سعید افکاری در ادامه این توییت نوشته به درخواست برادرش وحید برای اینکه خللی در شنیدن صدای مردم ایجاد نشه در این مدت از وضعیت سخت او صحبتی نکرده. وحید افکاری در آخرین ملاقات با مادرش از او درباره رکورد زندان انفرادی در ایران و جهان پرسیده. به گزارش خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، علیرضا برادران مظفری دانشجوی رشته مهندسی پزشکی این دانشگاه پس از گذراندن 84 روز امروز سوم بهمن ماه از زندان فشافویه آزاد شده. این دانشجو دهم آبان بعد از خروج از دانشگاه از سوی نیروهای سرکوب بازداشت شده بود. مادر کیان پیرفلک هم از کار تعلیق شده و نهادهای امنیتی از حضور او در محل کارش جلوگیری کردند. عموی کیان پیرفلک در مصاحبه با اعتماد آنلاین گفته هرچند زینب مولایی مادر کیان در استخدام رسمی آموزش و پرورش مسئولان حراست آموزش و پرورش ایزه روز شنبه بدون هیچ توضیحی از حضور او در کلاس‌های درس جلوگیری کردند. بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، عرفان خلیلیان از بازداشت شدگان خیزش انقلابی به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. عرفان خلیلیان موسیقیدان اواخر شهریور ماه در اصفهان بازداشت شد. توهین به علی خامنه‌ای، توهین به روح الله خمینی و حضور در تجمعات غیرقانونی و برهم زدن امنیت از اتهامات وارد شده به اوست. عرفان در دادگاه عمومی هم به 1 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شاهو حسینی هنرمند کرد هم بعد از انتشار ویدئویی از اجرای ترانه بلاچاو در پاوه بازداشت شده. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از کالیفرنیا با ماست. خانم بنی هاشمی، یه اتفاقی که افتاد، اول انتشار خبر به اصطلاح پذیرفته شدن فرجام خواهی محمد قبالو بود و بعد برداشتن اون، این چه معنی میتونه داشته باشه؟ چه منظوری داره به نظر شما قوه قضاییه از این اقدام؟ ببینید، من در ساعات اولیه روز به وقت در واقع ایران دیروز میتونیم بگیم که مسئله فرجام‌خواهی آقای قبادلو پذیرفته شده و این خبری بود که با واکنش‌های بسیار زیادی روبرو شد، برای اینکه همونطور که میدونیم ایشون یکی از اون کسانی بودن که مدام اسمشون در رسانه‌ها شنیده میشد و حتی یک شب که بیم این میرفت که ایشون رو به انفرادی منتقل کردن، مردم تجمع کردن و به اصطلاح مادر ایشون تلاش‌های بسیار زیادی کرد که در ارتباط با پرونده پزشکی ایشون اطلاع رسانی بکنه. در هر صورت مسئله این هستش که پرونده آقای قبادلو، حالا اگر که اینها برداشتن یا بذارن، در هر صورت به نظر میرسه که به لحاظ قانونی، امیدوارم که این حقیقت داشته باشه و در واقع بعدن اینو تکذیب نکنن، میبایست که فرجام خواهی این پرونده قبول بشه. برای اینکه همونطور که میدونیم و بارها من در مصاحبه اینو توضیح دادم، مسئله داشتن جنون یا جنون ادواری که به نوعی میتونیم بگیم همین مسئله دو قطبی هم میتونه تحت همین عنوان مطرح بشه، از مسائل رافع مسئولیت کیفریه و اگر شخص بتونه ثابت بکنه که در زمان ارتکاب در واقع به اون بیماری جنون ادواری مبتلا بوده، نباید هیچ گونه مجازاتی براش در نظر بگیره، به خصوص مجازات اعدام. بنابراین این مطلبی هستش که در خصوص پرونده ایشون بارها مدارک منتشر شده، به دست به اصطلاح کارشناسان رسیده و به نظر میرسه که در پروسه اولیه اصلا به این مسائل توجه نکرده بودن. این که به اصطلاح اگر ممکنه، اگر اینو بخوان تکذیب بکنن، امکان داره که بر اثر فشارهایی باشه که به هر حال افکار عمومی از پذیرفته شدن پرونده او در فرجام پای ابراز خوشحالی کردن. امیدوارم مسئله باعث نشه که خلالی در روند فرجام‌خواهی این پرونده صورت بگیره. خانم بنی هاشمی، مادر محمد قبالو عنوان کرده که او حتی حق داشتن وکیل هم نداشته. این حق که حق اساسی هم هست، اساس این محاکمه رو زیر سوال نمیبره؟ یعنی چه حکمی داشته و چه روند قضایی باید پیش میفتده حتی پیش از این فرجام‌خواهی؟
در تمام روند پرونده ها، در هر پرونده ای نداشتن وکیل و اینکه اگر شخص بخواد وکیلی بگیره و نتونه این کارو بکنه، میتونیم بگیم که روند قانونی خودش رو طی نکرده، نه فقط در این مورد خاص. و این مسئله ای هستش که از شروع خیزش اعتراضات متاسفانه ما در ایران با این روند غیرقانونی روبرو بودیم که قوه قضاییه به اصطلاح تاکید میکرد، حتی مسئولینش چندین بار اومدن گفتن که در روند پرونده فقط در مرحله مقدماتی و بازپرسی هستش که وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و وکیل تسخیری به اصطلاح الزامی هست که اونها باشن و نه وکیل انتخابی، و در مراحل بعدی باید اگر میبایست که بر طبق قانون شخص متهم بتونه دسترسی به وکیل انتخابی و تعیینی خودش داشته باشه. اما ما میدونیم که متاسفانه در پرونده های بسیاری رئیس دادگاه، یعنی در واقع همون قاضی اصلی دادگاه، از پذیرفتن وکلای تعیینی امتناع کرده و میتونیم بگیم این کاملا خلاف نص صریح قانون و حتی به صورت تذکری هستش که در این رابطه خود قوه قضاییه هم داده. ببینید، حضور یک وکیل میتونه مشکلات غیرقانونی و اشکال پرونده رو برملا کنه و به نظر میرسه که این یکی از مسائلیه که تا این لحظه در خیزش اعتراضات کنونی قوه قضاییه تلاش میکنه که وکلای مستقل از دسترسی به پرونده ها محروم بمونن. پگاه بنی هاشمی، سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته ردیف اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده تنها برای 6 ماه تأمین دارو کفایت میکنه. ردیف بودجه برای تأمین دارو در سال آینده که به تصویب مجلس رسیده 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. علی فاطمی در گفتگو با خبر آنلاین تأمین دارو در سال جاری رو به دوران جنگ ایران و عراق تشبیه کرده و گفته با وجود این مشکلات ردیف بودجه سال آینده برای دارو از امسال کمتره. وزیر بهداشت 3 ماه پیش وعده کرده بود معضلات دارو و تجهیزات پزشکی تا 2 ماه دیگه حل خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش از تحریم‌های جدید حقوق بشری علیه 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی و مجموعه اقتصادی بنیاد تعاون سپاه خبر داده. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفته که ایالات متحده متعهد به حمایت از مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر و سایر آزادی‌های اساسی اونهاست. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای به این تحریم‌ها که در هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا صادر شدند اشاره کرده. رابرت مالی، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران، هم در یک مجموعه توییت اعلام کرده همگی این کشورها در محکوم کردن نقض حقوق بشر، اعمال خشونت دولتی علیه زنان و قطعی اینترنت با هم متحدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا صبح دوشنبه 10 فرد و 1 نهاد از جمهوری اسلامی ایران رو مورد تحریم قرار داد. تحریم‌هایی که به شکل همزمان با تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شدند. هم در بیانیه خزانه‌داری و هم در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده که این یک اقدام مشترک، یک تلاش هماهنگ است از بین به دست آمریکا و متحدانش تا جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر نقض گسترده حقوق بشر مسئول و محکوم بکنه. اما تحریم هایی که صورت گرفته، بنیاد تعاون سپاه مورد تحریم وزارت خزانه‌داری قرار گرفته. پیشتر این بنیاد که کارش املاک و مستغلات هست و دادن وام و ایجاد رفاه برای کسانی که عضوی در سپاه پاسداران دارند، با برچسب تروریسم تحریم شده بود، اما این بار با برچسب نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار میگیره. ما بعضی از اظهارات وزیر خارجه ایران رو شنیدیم که اگر نگیم دروغای آشکارن، مشکوک و بعید هستن. بنابراین وقتی به بیانی از جانب مقام ایرانی اشاره میکنیم، این رو در نظر داشته باشیم. ما از رویکرد قوی و اصولی اروپا در قبال سپاه استقبال میکنیم. همونطور که میدونیم، سپاه پاسداران همچنان توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و درگیر در تروریسم جهانی اعلام شده. اما همچنین بسیاری از فرمانده‌های سپاه رو به دلیل دست داشتن در تروریسم و نقض حقوق بشر تحریم کردیم. شما به آخرین تحریم‌های حقوق بشری اشاره کردید که ما با همکاری نزدیکترین شرکای خودمون امروز اعلام کردیم. ما تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا رو که شامل تحریم افراد و نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل مشارکتشون تو ارسال هواپیمای بدون سرنشین به روسیه میشه رو تحسین می‌کنیم. پهپادهایی که برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرن. متحدای اروپای ما تهدیدی رو که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وجود اومده به رسمیت می‌شناسن و ما به طور گسترده‌تری
و با همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک با اروپا برای مقابله با این چالش‌ها اقدام می‌کنیم. در همین رابطه رابرت ملی نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور ایران هم 12 توییت رو انجام داده، یک رشته توییت، و به این مسائل اشاره می‌کنه، به اینکه چگونه گذشته از کشتن معترضان، گاهی اعضای سپاه پاسداران چشمان معترضان رو نشانه گرفتن و برای همیشه اونها رو نابینا کردن، یا به 40 کشته جوان رود آقای ملی اشاره می‌کنه و در نهایت میگه که ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی در کنار هم نقض گسترده حقوق بشر و خشونت دولتی علیه زنان و دختران و قطعی اینترنت توسط جمهوری اسلامی ایران رو محکوم می‌کنند. سمیرا قرایی، وزارت خارجه آمریکا. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرده این اتحادیه چهارمین بسته تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی رو تصویب کرد. ایران، باید بگم که وزرای خارجه کشورها محکوم کردند سرکوب معترضان رو، به ویژه اعدام ها رو. ما همچنان ادامه خواهیم داد به حمایتمون از حق ایرانی ها در دفاع و خواستن حقوق بشری بنیادی خودشون. این پیامی هست که من به وزیر خارجه ایران بارها منتقل کردم. امروز چهار بسته چهارمه تحریمی رو تحت رژیم تحریم‌های حقوق بشری تصویب کردیم که 37 نهاد و سازمان دیگر که مسئول این سرکوب‌ها هستند رو فهرست کردیم، از جمله شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های رسانه‌ای و همچنین مسئولانی در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل از واشنگتن. ماماس خان برادوس، هفته گذشته تلویزیون ایران اینترنشنال یک خبر اختصاصی منتشر کرد مبنی بر دیدار آقای مالی با سفیر جمهوری اسلامی در نیویورک. بعد از اون گمانه‌زنی‌های شکل گرفت مبنی بر اینکه ایالات متحده داره از فشاری که اروپا بر جمهوری اسلامی میاره استفاده می‌کنه که تغییر رفتار در جمهوری اسلامی ایجاد کنه و امتیاز بگیره. یکی از احتمالاتی بود که پیش بینی می‌شد. الان رفتار امروز ایالات متحده و تاکیدش این تصویب این تحریم‌ها و تاکیدش برای اینکه ما هماهنگ هستیم با اتحادیه اروپا چقدر ناقض اون تحلیل قبلی میتونه باشه به نظر شما؟ خب به نظر من این هماهنگی در فرستادن در پیامیه برای جمهوری اسلامی. یعنی وقتی که اروپا و بریتانیا و آمریکا با هم همزمان تحریم‌هایی رو، مخصوصاً تحریم‌ها رو اشخاصی که سپاه پاسداران هستن، بیشترشون فرمانداران سپاه هستن، با همزمان اعلام می‌کنن، یعنی اینجا یک جبهه متحدی وجود داره، گفتگوهایی بین این سه تا اکتور مهم جهانی وجود داره که چگونه رفتار کنن با جمهوری اسلامی. و این بنظر من، برای همین بنظر من یک وارنینگ، یک علامتی برای جمهوری اسلامی که نشون میده که اگر تغییر رفتار نده، چیزی که الانم به نظر من گفتگوهای شاید عبداللهیان با بورل انجام داده و تقریبا تا حدودی میشه گفت که باید یک چراغ سبزهایی داده باشه به بورل، یا تصمیماتی از طرف جمهوری اسلامی، تسلیم شدن از جمهوری اسلامی به اروپا داده شده باشه که باعث میشه الان به این بسنده کردن که چنین تحریم‌هایی رو اعلام کنن. و اگر بیاد در مدتی که باید منتظر بود و دید که آیا تغییراتی در همین برگشتن جمهوری اسلامی به برجام بدون هیچ پیش شرطی که قبلا بودن، شرطاشون برداشتن سپاه پاسداران از ترور آمریکا، یا اینکه بخواد، این یکی از موردها خواهد بود. و اینکه نفروختن پهپادها به نفروختن، حالا در فروشش ما شک و گمان داریم که به صورت بدون پرداخت به روسیه داده میشه، قطع کمک‌های پهپادی به روسیه، و برنامه در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل کشتاری هم که در داخل ایران صورت میگیره، ممکنه اینجا یک تغییراتی رو ببینیم که باعث میشه که از الان آیا این تصمیماتی که اروپا و آمریکا و اتحادیه و بریتانیا گرفتن میتونه تغییر بده رفتار جمهوری اسلامی رو. به نظر من سخته، ولی شاید اروپا تا الان در مورد منتظر اینن، چون که یک دفعه نمیشه همه سیاست ها رو اجرا کرد. اول یک سیاست رو اجرا میکنی، اگه نتیجه نداد بعدا استپ بعدی، قدم بعدی خواهد بود. خانم برادوس، اشاره کردی به برخی از رفتارهایی که اگر جمهوری اسلامی تغییر بده نشانه خواهد بود برای قف، یکی از اونها نقض حقوق بشر بود. فکر میکنید بین این سه، یعنی پرونده هسته‌ای، مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و حقوق بشر در ایران، کدوم ها برای غرب اولویت داره؟ 100% قضیه اوکراین اولویت داره.
دلیلی هم میدونیم که رفتاری که اتحادیه اروپا همیشه گفتیم که اتحادیه وقتی در مورد حقوق بشر صحبت میشه از مرزهای اروپا اونورتر نمیره، فراتر نمیره، ولی این دفعه چون که جمهوری اسلامی باعث شد که امنیت خود اروپا، خاک اروپا به خطر بیفته با پهپادهای جمهوری اسلامی، این باعث شد که کیس ایران بشه اولویت اروپا. ولی الان چون که موضوع در مورد حقوق بشر، افکار عمومی اروپا، مردم اروپا، مخصوصا ایرانیایی که در اروپا ساکنن، در آمریکا، در بریتانیا ساکنن، فشار آوردن به سیاستمدارای این کشور، مخصوصا پارلمانتاری که الان شدن اسپانسر سیاسی زندانیان سیاسی، هر یک از این اشخاص، من بارها گفتم این اشخاص قدرتن، هر یک از این اشخاص صدایی هستن که میتونن قوی حمایت کنن از مردم ایران. برای همینه این موضوع حقوق بشر در ایران موضوع شده. ولی فراموش نکنیم هر دقیقه‌ای که صدای مردم چه در بیرون از ایران، چه در داخل ایران، چه خارج از ایران ساکت بشه یا کمتر بشه، این برای اروپایی ها و آمریکایی و بریتانیا راحت تر خواهد بود که بتونن با جمهوری اسلامی نشستی داشته باشن و گفتگویی داشته باشن. برای همینم هست چون که دارم منتظرم ببینن که آیا جمهوری اسلامی و همینطور اپوزیسیون یا مردم جنبش انقلابی ایران به کجا خواهد رسید. وقتی ما میگیم یک سیاست رو در نظر میگیرن، اگر این سیاست پیش نرفت، حل موضوع نبود، دوباره یک سیاست دیگه یا محکمتری رو در پیش خواهند گرفت که این بستگی داره به این که این صدای جنبش انقلابی ایران، اگر موضوع مسئله بحثی که گفتیم برگرده به انقلاب مردم ایران و حقوق بشر، این برمیگرده به اون قدرتی که این جنبش انقلابی میتونه ادامه بده و فشار رو بیاره به افکار عمومی و به سیاسیون داخل خارج از ایران. ولی اینکه این هر سه تا با هم متحدن و هم صدا دارن تصمیم میگیرن، اتحادیه اروپا و آمریکا و بریتانیا، به نظر نقطه خیلی مهمی که باید در نظر گرفت وقتی که این تصمیمات رو بررسی میکنیم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت، ممنون که با ما همراه بودید. شما بیننده و شنونده پوشش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره کنیم به سرخط خبر. تداوم اعتراضات صنفی و معیشتی در پایتخت و شماری از شهرهای کشور. بازنشستگان آموزش و پرورش، کارکنان مخابرات و کارگران پتروشیمی تحسن کردند. سایه اعدام بر سر بسیاری از معترضان. جمهوری اسلامی همچنان از حربه ارعاب و نقض حقوق مدنی برای سرکوب استفاده می‌کند. بسته های جدید تحریمی اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری از تحریم 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی و بنیاد تعاون سپاه خبر داده. و آزمایش نظامی مشترک ارتش آمریکا و اسرائیل. فرمانده سنتکام گفته ایالات متحده کماکان به امنیت شرکایش در خاورمیانه متعهد است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از آغاز آزمایش نظامی مشترک بین ارتش آمریکا و اسرائیل در خاک اسرائیل و دریای مدیترانه خبر داده. فرمانده سنتکام گفته این رزمایش با مشارکت واحدهای هوایی، زمینی، دریایی و نیروهای جنگ الکترونیک ارتش دو کشور ناظر به تهدید خاصی نیست، اما پیامی به دشمنان منطقه‌ای از جمله ایران است که ایالات متحده با وجود تمرکز بر چین و جنگ اوکراین کماکان به امنیت شرکایش در خاورمیانه متعهد است. این مانور با مشارکت بیش از 6000 پرسنل آمریکایی، 1100 پرسنل اسرائیلی، 142 هواپیما و 12 کشتی جنگی مهمترین رزمایش نظامی بین آمریکا و اسرائیل تا به امروز توصیف شده. NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفته برگزاری رزمایش‌های با این گستردگی معمولاً به حداقل یک سال زمان برای برنامه‌ریزی نیاز دارد. این مقام مسئول در ارتش آمریکا گفته این رزمایش ظرف چند ماه برنامه‌ریزی شده که به گفته او نشان دهنده توانایی و انعطاف‌پذیری ارتش ایالات متحده برای واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع یا ناگهانی در منطقه است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی نظامی با ماست. های ندیمی، یه ویژگی که این رزمایش داره با رزمایش‌های پیش از اون، حتی رزمایش‌های مشترک ایالات متحده و اسرائیل انجام میدادن، مخصوصا با هدف ایران بیشتر متوجه ایران بود، این بود که بیشتر متمرکز بود روی نیروی هوایی این دو ارتش. الان نیروی زمینی و دریایی به صورت جدی حضور دارن در این رزمایش. فکر میکنید که تغییر تاکتیکی دادن؟ یعنی اگر در مورد ایران، اگر قرار باشه حمله نظامی به ایران صورت بگیره، دارن به حمله زمینی هم حتی فکر میکنن؟ تغییر استراتژی کاملا محسوسه. یعنی استراتژی تغییر داره میکنه به سمت یک ایجاد یک بازدارندگی بسیار محسوس در مقابل
توان ایران. ببینید از زمانی که برجان متوقف شده، توان هسته‌ای ایران به سمت ایجاد یک نزدیک شدن به ایجاد یک توان هسته‌ای نظامی پیش رفته و الان در لبه این توان هسته‌ای تهدیدآمیز قرار داره جمهوری اسلامی. بنابراین احساس خیلی شدیدی کردن آمریکا، اسرائیل که باید این توان بازدارندگی رو تقویت بکنن در این لحظه و این مانور کاملا نشون میده که این تلاش به این سمت داره پیش میره. ببینید مانورهای جونیپر به شکل جونیپر فالکون و جونیپر کوبرا از سال 2001 بین دو کشور در جریان بوده، ولی همونطور که گفتیم بیشتر این مانورها تمرکزشون روی پدافند موشکی بوده یا بعضی مانورهای هوایی با امکانات محدود. اسرائیل سالها بود که دنبال این بود که یک رزمایش مشترک ترکیبی پیچیده با ایالات متحده داشته باشه، ولی تا زمانی که اسرائیل به منطقه سنتکام ملحق نشد این امکان به وجود نیامد. تا پیش از اون اسرائیل با فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا کار میکرد و رزمایش های پیشینه جونیپر فالکون و کوبرا هم در همون هیته برقرار می شد، ولی از سال سپتامبر 2021 به سنتکام پیوسته و این شرایط جدید پیش اومده و حالا بعد از یک دوره خیلی فشرده آماده سازی معمولا بین یک سال تا یک سال و نیم این نوع رزمایش ها طول می کشه آماده شدنشون، به این مرحله رسیدن که این رزمایش بسیار پیچیده رو و بسیار گسترده رو با بیش از 6000 نیروی دو کشور ترتیب بدن و همونطور که گفتیم بسیار منحصر به فرد و برای اولین باره که به این شکل انجام میگه. آقای ندیمی، یکی از ویژگی هایی که اشاره شد در متن خبر، شما خیلی کوتاه اشاره کردید، این که در مدت زمان بسیار کوتاهی گفته شده که این عملیات طراحی شده، این چقدر نشون دهنده جدی بودن اون تغییر استراتژی است که شما بهش اشاره کردید؟ خیلی جدیه. به نظر میرسه که از زمانی که دولت آقای بایدن به سر کار اومده، همکاری ها با اسرائیل نزدیک‌تر شده و البته گفته میشه که این رزمایش از زمان دولت پیش است حالا آقای نتانیاهو در جریان بوده، کارهای هماهنگ شدنش، هماهنگیش و ترتیب دادنش، ولی خود طراحی رزمایش چند هفته بیشتر طول نکشیده. خب این شاید میخوان نشون بدن به دشمنانی مثل ایران که به صورت مؤکد گفتن که ایران باید این نکته در نظر بگیره و همینطور هم رقبایی مثل چین که ما اگر لازم باشه میتونیم خیلی سریع درگیر جنگ‌های پیچیده بشیم، جنگ‌های ترکیبی بشیم و این کار رو با همراهی ائتلاف‌های انجام میدیم که بسیار توانا هستن و قابلیت‌های نظامی رو به صورت مشترک میتونن بالاتر ببرن. میدونیم که چین و روسیه با وجود قدرت نظامی خیلی بالایی که دارن از این ائتلاف‌ها محروم هستن. ائتلاف‌هایی که آمریکا در مناطق مختلف دنیا تونسته به وجود بیاره در مقابل چین و همینطور در مقابل روسیه. و اینجا هم در مقابل ایران میخواد نشون بده که ما میتونیم با ایجاد یک ائتلاف مشترک، فکر نکنید شما اسرائیل به طور مشترک این کارو تنها این کارو حمله به تاسیسات نظامی شما بکنه، هسته‌ای شما و شما میتونید پاسخ بدین و هیچ اقدامی از طرف آمریکا انجام نمیگیره. نخیر، ما سالها با هم سابقه همکاری و اتحاد نظامی داشتیم، بنابراین اگر قرار باشه که حمله نظامی صورت بگیره یا پاسخ به حملات شما انجام بگیره، این کار به صورت مشترک انجام میگیره و حالا این رزمایش‌ها این قابلیت رو ایجاد میکنه که این هماهنگی، همکاری و این هم عملیاتی خیلی تقویت پیدا بکنه و بتونن تمرین بکنن تا روز مبعود. فرزین ندیمی، ممنونم از همراهیتون. 73 جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در حمایت از اعتراضات ایرانیان از حضور فیلم‌های وابسته به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی جلوگیری کرده. به گفته مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، امسال برنامه‌های ویژه‌ای درباره ایران تدارک دیده شده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این جشنواره.
73مین جشنواره فیلم برلین موسوم به برلینال در حالی از 27 بهمن تا 7 اسفند ماه برگزار میشه که مدیران این جشنواره در بیانیه اعلام کردند که نمایندگان حکومتی جمهوری اسلامی امسال در جشنواره حضور نخواهند داشت و به نوعی جمهوری اسلامی از این جشنواره معتبر بین المللی اخراج شد و علت اون رو هم سرکوب های اعلام شد که از سوی جمهوری اسلامی نسبت به مردم معترض ایران اعمال شده. در نشست خبری هم که برگزار شد و خب مدیران این جشنواره در اون شرکت داشتند، اعلام کردند که برنامه‌های ویژه‌ای رو در خصوص ایران امسال خواهند داشت که از جمله اون شامل دعوت از فیلمسازان مستقل و شخصیت‌هایی هستش که از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت خواهند کرد. مسئله بعدی هم که میتونم بهش اشاره بکنم این هست که همونطور که اشاره شد از این به بعد، یعنی در جشنواره امسال فیلمسازان حکومتی حضور نخواهند داشت و این به معنی این هستش که نهادهای سینمایی مثل بنیاد فارابی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یا مثلا مؤسسه سوره، مؤسسه اوج، صدا و سیما، اونها در این جشنواره امسال حضور نخواهند داشت، نه نمایندگانشون، نه فیلم‌های اونها و نه خبرنگارانشون و این از مهمترین نکاتی هست که در جشنواره 73 فیلم برلین میشه بهش اشاره کرد. همکارم احمد صمدی در یک نشست خبری از مدیران این فستیوال درباره موضع جشنواره فیلم برلین در مورد جنبش زن زندگی آزادی و بازداشت و زندانی شدن هنرمندان در ایران پرسیده. Thank you so much Mr. Tatrian. من احمد صمدی هستم، خبرنگار ایران اینترنشنال. الان که ما داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، شماری از فیلمسازان و هنرمندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند و همچنان تهدیدها علیه هنرمندان ادامه داره، چرا که اونها از خواسته های بنیادین مردم حمایت کردند. از جمله افرادی هم که الان زندانی هستند، جعفر پناهی هستش که خب شما اون رو به خوبی میشناسید. سوال من این هستش که پیام شما به هنرمندان زندانی چی هست و اینکه چه پیامی هم به رژیم جمهوری اسلامی دارید و در پایان هم می‌خواستم نظر شما رو درباره جنبش زن زندگی آزادی در ایران بدونم. And also the second question is what's your comment on همونطور که شاهد هستید، ما از چند فیلم ایرانی برای شرکت در جشنواره دعوت کرده ایم. ما در فستیوال فیلم برلین بر این باوریم که فیلم و سینما می تواند از مبارزه مردم ایران پشتیبانی کند. افراد مهمی به این فستیوال می آیند و آنها هم علاقمند به ابراز این پشتیبانی از مردم ایران هستند. همونطور که می دانید، در این فستیوال زنان نقش مهمی در انتخاب و رقابت میان فیلم ها دارند و این شامل زنان چه در مقابل دوربین و چه در پشت آن می شود و این مسئله نیست که فقط در فستیوال امسال مورد نظر قرار گرفته شده باشد، بلکه در همه سالهای برگزاری آن مد نظر گردانندگان آن بوده و البته این امری بسیار مهم برای این فستیوال است. همانطور که کارلو اینجا گفت، ما از مبارزه آزادی خواهانه زنان و مردان ایران دفاع می کنیم. ما مرتباً با بسیاری از فیلمسازان مستقل ایرانی در تماس هستیم که البته آنها هم به نوبه خودشون از جنبش آزادی خواهانه مردم کشورشون حمایت می کنند. موارد دیگری هم از حمایت ما از مردم ایران هست که در طول فستیوال نشان داده خواهد شد، ولی من نمیتونم اینجا آنها را اعلام کنم. اما مطمئناً ما از مردم ایران و مبارزه آنها برای آزادی پشتیبانی می کنیم. می‌رسیم به بخش مرور مطبوعات امروز ایران با فرزانه بسپور. فرزانه، حدس می‌زنم که موضوع قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی، تحریم‌هایی که امروز اروپا و آمریکا وضع کردن بر علیه نهادهای مختلف و افراد مختلف در جمهوری اسلامی، موضوع داغی بوده باشه تو مطبوعات ایران. آره، واکنش هایی داشت، البته از روزنامه های حکومتی فرضشون هست که چون شورای وزیران نیومده سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده و عملیاتی نشده رسما در اروپا، این به این معناست که اروپا عقب نشینی کرده. با
این همه لابلای صفحات داخلی این روزنامه وقتی گزارش‌های اصلیشون رو می‌خونیم می‌بینیم که نگرانی‌هایی وجود داره راجع به تبعات قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی، از جمله روزنامه فرهیختگان که مدیر مسئولش علی اکبر ولایتی مشاور سیاست خارجی علی خامنه ای است یک گزارشی در این ارتباط داشت که البته تیترش حالا نمایش تبلیغاتی اروپا خونده اقدام در واقع اخیر رو، اما در محتوا به این پرداخته که خب تبعات این اقدام چه هست. اومده گفته که با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اون هم در پارلمان اروپا، هرچند دستوری به شرکت ها و دولت های اروپایی ابلاغ نشده، اما با تفسیر و اتکا به این اقدام اونها میتونن دست به اقدامات محدود کننده نه تنها علیه سپاه بلکه علیه دولت ایران و شرکای تجاریش بزنن. به این معنا که توضیح داده گفته یک بانک اروپایی در صورت وجود ارتباطی بین همکارانش با شرکت هایی که با چند واسطه با اقتصاد ایران در ارتباطن میتونه این نتیجه رو بگیره و اینطور تفسیر کنه که چون پارلمان اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داده و سپاه عضو اصلی بدنه دولت جمهوری اسلامی است، بنابراین دولت ایران و ارتباطش با اون مشمول ریسک همکاری با تروریست میشه. بنابراین نگرانی ها راجع به تبعات اقتصادی قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی همچنان در روزنامه های نزدیک به حکومت هم وجود داره، چون ضمن این که روزنامه فرهیختگان نکته دیگری هم گفته این که از نگاه افکار عمومی در ایران وقتی اروپا اقدامی چنین علیه جمهوری اسلامی کرده این به معنای بالا رفتن دماسنج تندروی در ایران هم هست، یعنی افکار عمومی ایران اقدام اروپا رو نتیجه رادیکالیسم خود حکومت میدونن، بنابراین براش در واقع ارتباطاتی پیدا میکنن. اما روزنامه هم‌میهن مصاحبه ای داره با رضا نصری که تحلیلگر حوزه روابط بین الملل هست و او راجع به خطر حذف ایران از صحنه جهانی هشدار داده. از او در مورد رابطه ایران و اروپا و نتیجهش روی برجام پرسیده شده و او گفته در شرایط سیاسی فعلی دیگه برای بازگشت به توافق هسته‌ای فقط با نرمش و اراده سیاسی و انعطاف نمیشه به نتیجه رسید، کفایت نمیکنه. حقیقت اینه که در ماهای گذشته فضای سیاسی و افکار عمومی در غرب به نحوی علیه ایران شکل گرفته که دیگه تعامل سازنده با جمهوری اسلامی برای دولت‌ها و سیاستمداران غربی امکان پذیر نیست. بنابراین اگر قرار هست که توافق دوباره ای اصلا اروپایی ها بخوان بیان دوباره سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینن، نیاز هست که ایران یک سری در واقع اتفاقات در داخلش بیفته، از جمله اینکه بیاد شیوه حکمرانیش رو تغییر بده، سیاست خارجیش رو درش یک بازنگری اساسی و کلی بکنه که بالاخره اروپایی ها به این نتیجه برسن که رفتارش تغییر کرده. اما علی‌رغم همه این هشدارها من دیدم که علی باقری کنی سر تیم مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای میگه نه ما اگر تنش زدایی کنیم اون وقت همه چیمون رو از دست میدیم، بنابراین به نظر نمیاد که برنامه حکومت در واقع تنش زدایی باشه. اما یک موضوعی هم خارج از بحث هسته‌ای و نکته‌ای هم بگم چه صفحه یک خوبی هم بسته هم‌میهن. نه راستش این صفحه یک هم‌میهن نیست، خوب شد گفتی، بذار تذکر بدم چون من این رو بزرگ کردم، صفحه روزنامه نبود. من خواستم که فونتش هم متفاوت بود و تیترم زیر هم. آره من اینو خواستم که جلوه اون مصاحبه رو بیشتر کنم دیگه، این اتفاق براش افتاد. اما خواستم یک گزارشم از روزنامه جوان بگم. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از کمربند مهار ایران در همسایگی خبر داده. این روزنامه نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اضافه ترکیه در تلاشند با ایجاد چسبندگی به یکدیگر یک هلال اقتصادی علیه ایران برای مهار ایران تشکیل بدن. جوان البته تحلیل کرده که با توسعه منطقه مکران میشه این حلقه تنگ رو باز کرد، اما این حلقه تنگ این منطقه مکران کجاست؟ در جنوب شرقی ایران که بندر چابهار مرکز اون هست و
ادعای جوان بر اینه که این ترانزیت کالا و خدمات از جنوب شرق آسیا به در واقع اقیانوس هند اتفاق میفته به واسطه این منطقه اوکراین، درست هم میگن، اما این به شرطی بود که تحریم ها علیه ایران نبود یا اصلا توان زیرساخت منطقه اوکراین و بندر چابهار اجازه چنین ترانزیتی رو میداد، وگرنه در حال حاضر سرمایه گذاری هندی ها در منطقه چابهار متوقف شده و عملا ما هیچ توسعه زیرساختی در اوکراین نداریم که این ادعا در دولت روحانی در واقع بحث توسعه اوکراین شروع شد یا حتی در بحث در سرمایه‌گذاری در بندر چابهار شروع شد، اما عملا هم هندی‌ها خلف فرده کردن، هیچ شرکتی سرمایه‌گذاری نکرد، همین که طالبان در افغانستان بر سر کار اومد و عملا اون برنامه‌ای که هند داشت برای دسترسی به افغانستان برای تبادل کالا متوقف شد و تغییر کرد. اما موضوع دیگری که بخوام بپرزم راجع به اعتراضات در ایران هست و واکنش هایی که همچنان به لحاظ تحلیلی روی خیزش اعتراضی 4 ماه اخیر بحث در مورد اعتصابات و اینها، اگر که دیدی چیزی بگو، اعتصابات کارگری بازنشستگان، اینا واکنشی نبود تو رسانه من؟ گزارش به درد بخوری راجبش پیدا نکردم، خیلی با سکوت از کنارش رد شده بودن در مورد اعتصابات کارگری، چیزی اشاره نکردن. اما این مصاحبه‌ای که دارم بهش می‌پردازم مصاحبه غلامرضا کاشی جامعه شناس سیاسی است که هم با روزنامه هممیهن و هم با روزنامه شرق انجام داده. من مصاحبهش در هممیهن رو استفاده میکنم چون سوال خبرنگار این هست که آنچه این ماها از خانه تا خیابان جریان داشته رو شما به عنوان جامعه شناس سیاسی چه مینامید؟ و کاشی معتقده که این شورش مردم تحقیر شده و شورش کسانی است که نادیده گرفته شدند، که انسانهای آزادی هستند اما گویا به بردگی کشیده شدن از طرف حکومت و الان شورش اینها علیه وضعیت موجوده و خواستار حیات سیاسی هستند و تغییر. البته آقای جوادی، غلامرضا کاشی معتقده که ما در مرحله پیشا سیاسی هستیم، یعنی شعارهای ایجابی که الان در خیابان مطرح میشه اگرچه هژمون هست و نشانه های یک توافق جمعی برای خلق جهان جدید رو داره، اما هنوز به انقلاب منجر نشده، در مرحله حرکت انقلابی است و خواستش هم تأسیس یک نهاد سیاسی جدید هست، اما مسیر طولانی رو در پیش داره، نیاز به ائتلاف هست. آقای کاشی تأکید کرده که برای اون تغییر سیاسی که مردم انتظار دارن با این در نتیجه این حرکت انقلابیشون بهش برسن باید یک ائتلافی اتفاق بیفته تا جای ممکن فراگیر. نه ائتلاف رو نگفته، کجا باید اتفاق بیفته؟ در واقع ائتلاف بین گروه‌های مختلفی که در داخل مشخصاً وجود دارن و البته خارج از کشور، اما این ائتلاف باید یک ائتلاف فراگیری باشه روی خواسته‌های مشترکی در کلیت جامعه. اما روزنامه جهان صنعت به این بحث بازار ارز پرداخته. آخه مقامات جمهوری اسلامی مشخصا رئیس بانک مرکزی همین آقای فرزین ادعا کردن درباره غیر واقعی بودن نرخ دلار و گفتن که این رسانه‌های خارجی اند عدد سازی میکنن، این بازار غیر واقعی. روزنامه جهان صنعت طعنه زده به فرزین که نسخه فرزین فقط برای سرکوب دلاره و این که تنها کاری که بلدن که مداخله کنن در بازار و بخوان با بگیر و ببند دلار رو بیارن پایین. انتقاد کرده از رئیس بانک مرکزی و چون او گفته بود که ما حواسمون هست به شهروندان اطمینان داده ایم و حواسمون به بازار هست، نگران نباشید. الان جهان صنعت نوشته که شهروندان بیشتر از شما حواسشون به بازار دلار هست و قیمتا رو میدونن. شما بدونید که تاریخ و شهروندان داوری سختی درباره کسانی که کار رو به اونها سخت میگیرند خواهند داشت. یه هشداری است. فکر میکنم که وقتمون تمام شد. یه کارتون رو خیلی کوتاه از روزنامه هممیهن ببینیم که خط فقر رو جمال رحمتی اینگونه تصویر کشیده، اگر در پایان فرصت داشته باشیم. بله، که کسی حتی نمیتونه از بالاش هم چقدر فاصله است از خط فقر و کسی که پرتاب شده. مرسی، ممنونم از تو. در انتهای این بخشی که هنر اعتراضی هم ببینیم.
نور تو نیست، ردی از روشنی و ردی از بوی تو نیست. تو دل تاریک شهر ردی از ممنونم از همراهیتون، با ما بمانید.